خب دوستان، پس همونطور که این به راحتی تونستیم در واقع حالا آبجکت های در و پنجره توی پلان خودمون اضافه بکنیم و نحوه آموزشمون رو دیدیم که به چه صورتی میتونیم کار رو انجام بدیم. اما نکته که اینجا وجود داره، ببینید، شما میتونید انواع آبجکت ها توی نرم افزار روید بارگذاری بکنید و در واقع طرح و نما و در واقع حجم یک آبجکت توی پلان اونم در واقع متفاوت خواهد بود. مثلا به انواع بازشوها مثلا دقت بکنید که حالا هماهنگی بین طرح نما و طرح اصلی توی دو بودی و سه بودی رو میتونید توی این تصویر مشاهده بکنید. همین هم برای در واقع پنجره ها برقراره. مثلا نگاه کنید انواع پنجره ها انواع در واقع سبک توی پلان هم ایجاد میکنه که میتونید از انواع در پنجره ها توی نرم افزار ریویت استفاده بکنید. اما پس اینجا ابزار پنجره هم گفتم، میرم سراغ کامپوننت. کامپوننت دو تا زیر شاخه داره. یکی مدل این پلیس هست که در واقع دیگه وارد محیط فامیلی خودمون یا در واقع آبجکت سازیمون یا هش سازی با احجام فامیلی رو بهتون درس میدم که حالا بهتره که من ابزارهای مثل ستون، سقف، کف ها رو اینجا درس بدم و نهایتا میرم سراغ مدل این پلیس که بخش خیلی مهمی توی نرم افزار ریویت. پس فعلا ازش چشم پوشی میکنم. اما یه گزینه اینجا داریم، پلیس ا کامپوننت، یا روی خود کامپوننت هم که کلیک بکنی یه گزینه اینجا برات وارد میشه، لود فامیلی، یا که حالا میتونی آبجکتاتو اصلا از این طریق وارد بکنی که توی پنجره پروپرتیز هر آبجکتی رو که توی نرم افزار روید وارد میکنی از قسمت در واقع تایپ سلکتورمون میتونی مشاهده بکنی. پس یک بار دیگه اگر کامپوننت رو بزنم، گزینه ای که تو میتونی آبجکتاتو بارگذاری بکنی از طریق لود فامیلی و آبجکت هایی که بارگذاری کردی اینجا هست. یادت باشه یک آبجکت رو یک بار بیشتر نمیتونی وارد بکنی و دیگه بارگذاری مجدد برات وجود نداره. پس اگر دیدی که مثلا خواستی پیداش بکنی، بدون که 100% توی این پنجره هست و باید از اینجا پیداش بکنی. خب یا لود فامیلی رو اینجا میزنی، میای مثلا توی آبجکت پیشفرض خود نرم افزار رویت استفاده میکنی، مثلا یه صندلی مثلا بیاری یا مثلا توی قسمت فرنیچر مثلا میزی رو بارگذاری بکنی. ببین موقعیتش کجاست؟ موقعیتش لول 1ه. توی پلن هم دیگه اینجا میذاری. ببین بعضی از آبجکت ها تیپ بندی هم دارن، مثلا این آبجکت تیپ بندیش مثلا چند نفره هم داره، مثلا 6 نفره، این هم به این صورت. اوکی، پس این از آبجکت ها که حالا ما هم توی رویت هم دو بودی رو داریم و هم اگر برم توی سه بودی آبجکت خودم هم اینجا میتونم مشاهده بکنم. خب این از این. هیچ وقت توی محیط سه بودی آبجکت ها رو بارگذاری نکنید. یکی اینکه لولتون به هم میریزه، یکی اینکه توی محیط سه بودی مختصات خیلی دقیقی رو نمیتونید توی آبجکت داشته باشید. پس حتما آبجکت هاتون طبق لول باید بارگذاری بشه که توی سطح لولتون قرار بگیره. حالا من از آبجکت های خودم استفاده میکنم. آبجکت ها موجود، اگر خواستید توی قسمت مثلا میز وارد میشم، یک میز رو بارگذاری میکنم. مثلا میام قسمت اینجا، مثلا یه میز رو اینجا بارگذاری میکنم. البته چون پلنم کوچیکه، بیرون پلنم انجام میدم. پس موقعیتم کجاست؟ لول 1، درسته؟ پس آبجکت لول 1 داره بارگذاری میشه. این میزمو اینجا قرار میدم. یا مثلا میام تو قسمت مبل، یه مبلی هم اینجا در نظر میگیرم. ببینید؟ پس به همین راحت شما میتونید آبجکتاتون رو درگ بکنید توی پروژه و از اونا کمک بگیرید. به این صورت، درسته؟ حتی اینجا چون رویت نصبه، میتونید در واقع آیکون آبجکتاتون هم اینجا قبل از بارگذاری مشاهده بکنید که مثلا چه آبجکتاری رو من دارم توی محیط کار خودم وارد میکنم. این از این. پس ببینید آبجکت طبق لول داره وارد میشه. میام محیط سه بودی، اگه مثلا یه کف 30 سانتی متری داری که اومده از سطح لولت بالاتر، هیچ مشکلی نداره، میتونی آبجکت رو انتخاب بکنی به توی قسمت آفست، مثلا اینجا بزنیم مثلا 30 سانت میاد بالا. پس آفست ها به این معنی هستن. حالا اگر منفی بزنم میره به سمت پایین. یا مثلا برمیگردم لول 1، ببینید کاربرد آفست رو. مثلا اینجا اگر بخوام توی همین پوشه مثلا یه ظرف میوه رو بارگذار کنم روی این میز، دقت لازم رو بفرمایید، مثلا این رو بارگذارم، موقعتم لول 1 دیگه، میذارمش روی این میز، درسته؟ ولی رفته پایین سطح میز قرار گرفته. شما یا باید از نما تشخیص بدی که مثلا ارتفاع میزت به چه صورتیه، آبجکت رو بیاری بالا، یا به این صورت. ببین تو نمای نورس، تو نمای وست برم
میخوام در واقع پشت اینجا نگاه کن، این آبجکت تو هست، اینو مووش میکنی به سمت بالا، این اینجا مووش میکنی به سمت بالا. اگر موو نشد دیسجوین رو باید فعال کنی، این به این صورت، این میاد بالا. ببین این یه روش هست، یه روش دیگه هم داره. روش دوم اینه که بیا اینجا یه آفست براش در نظر بگیری. ببین مثلا 40 آفست بهش میدم، میاد خودش بالا. یه روش دیگه هم هست، میتونی آبجکت رو انتخاب بکنی به توی قسمت ادیت فامیلی اون جایی که طراحی شده، متوجهی؟ و پنجره فامیلی کاتگوری ان پارامتر رو بزنی، گزینه در واقع ورک پلین بیس رو فعال بکنی، آلویز ورتیکال غیر فعال باشه و در واقع ورک پلین بیس اینجا فعال باشه. اوکی، اینا تو پروژه من بارگذاری میکنم مجدد. خب توی خیلی از آبجکت ها اگر این کارو بکنی، اینجا گزینه پیک یه پلیسمنت برات باز میشه و تو میتونی آبجکتت نسبت به سطوح قرار بدی، حالا به هر سبکی که هست. ببین پیک نیور که بزنم بر قسمت فیس، ببین میاد اینجا قرار میگیره، میبینی؟ دوباره پیک نیور که بزنم مثلا روی دسته مرغ قرار میگیره، پیک نیور بزنم مثلا به این سبک، مثلا میتونم درون اینجا قرارش بدم یا مثلا روی اینجا قرارش بدم. پس این نکته‌ای است که تو توی نرم افزار رویت حتما باید اینا رو بلد باشی. حالا ما میذاریمش اینجا که یه وقت کسی پرخوری نکنه. ببینید به راحتی میتونم آبجکت ظرفمو نسبت به انواع سطوح قرار بدم. خب این هم یه مسئله که حالا انواع آبجکت ها توی نرم افزار رویت وجود داره که این آبجکت ها استاندارد طراحی شده که میتونی اونا رو توی پروژهت استفاده بکنی. من برمیگردم به لول 1، بریم سراغ ابزار بعدی. ابزار بعدی که دارم تحت عنوان ابزار ستون هست، ما دو نوع ستون داریم بچه‌ها، یکی استراکچر کالم داریم، یکی آرکیتکچر کالم داریم. استراکچر کالم رو توی قسمت استراکچر بهتون توضیح میدم، اینجا کامل قسمت استراکچرینگ بهتون قسمت رو توضیح میدم، پس فعلا ازش چشم پوشی میکنم، میام قسمت آرکیتکچر کالم. اما تفاوت‌های اون رو هم شما باید بلد باشید. تفاوتی که بین استراکچر کالم و در واقع آرکیتکچر کالم وجود داره توی ساختار اونه. ببینید ستون‌های معماری که همونجا ازش پیداست جنبه زیبایی داره و حتما توی ستون معماری یه ستون سازه، حالا مثلا یه تیر فلزی وجود داره. این یه نکته که تفاوت این دوتا هست. یه نکته که وجود داره از نظر زیبایی اونه و نکته مهمی که وجود داره توی پلان، ستون‌های معماری ادغام میشن با دیوارها و جزئی از متریال دیوار حساب میشه. اوکی، اما ستون سازه ساختار مخصوص به استراکچر خودش رو داره. حتی توی ستون‌های سازه توی بحث استراکچر، توی حالا رویت استراکچر، ما میتونیم میلگرد ها رو هم حتی توی اون بارگذاری بکنیم و خامودبندی ها رو هم انجام بدیم. که اگر اینجا منظورم کامل بهتر متوجه بشید، نگاه کنید من تصویر کتاب رو اگر باز بکنم، استراکچر کالم رو نگاه بکنید، کامل به صورت مؤلفه جداگونه از دیوار قرار میگیره، اما آرکیتکچر کالم میاد و با دیوار ادغام میشه و مثلا دیوار رو به خودش میگیره. پس این تفاوت اصلی این دو ستون هست. البته شما میتونید در واقع انواع ستون‌های معماری رو در واقع دانلود بکنید، خریداری بکنید و تهیه بکنید و اون رو توی پروژه‌تون به کار ببرید. خب به عنوان مثال نگاه کنید، من اینجا میام آرکیتکچر کالم رو انتخاب میکنم، از یه ستون خیلی ساده مربی شکل اینجا وجود داره توی خود تمپلیت هم، حالا در واقع سر رادیال هم وجود داره، ستون انتخاب باشه. توی چه لولی هستم؟ توی لول 1 هم دیگه ترسیم میکنم، میرم ادیت تایپ، میگی مثلا ستون هم میخوام 40x40 باشه، میذاری 40 توی دف باید نستش هم میذاری 40، متوجه ای؟ اوکی، پس ستون تو 40x40. حالا من اون ستون رو مثلا اینجا بارگذاری می‌کنم. ببین به محض اینکه در واقع ترسیم می‌کنم، متریالش در واقع ادغام میشه با دیوار. ببین تو محیط سبودی همچین اتفاق براش میفته. البته که ستوناتون رو حتما ستون سازه استفاده بکنید توی پلن. حالا مثلا این ستون آرکیتکچر مثلا حالت رادیال اینجا هست. ببینید که مثلا جنبه
معماری تر نسبت به ستون قبلی داره. ببینید این به این صورته که حالا لول 1 تا لول 2 مثلا بذار بره تا لول 3، ببین تا لول 3 ادامه پیدا میکنه. عرضم به حضورتون که ما یه بیکس آفست رو داریم که دیگه آفست ها رو دیگه یاد گرفتید امیدوارم. مثلا اگر مستنی 40 سانتی متر داری اینجا فقط کافیه مثلا بذاری 40، ستونت تو 40 سانت از سطح لولت میاد بالاتر، تاپ آفست هم میزان فاصله نسبت به بالاه. میتونی بری توی قسمت ادیت تایپش و مثلا دیمیتر قطر اون رو مثلا کمتر بکنی، مثلا بذاری 4. مثلا اگر اوکی بزنم نگاه کن میتونی ستونات رو کاملا اینجا ویرایش بکنی. پس چیز خاصی توی این ابزار وجود نداره که همش رو به شما گفتیم. البته یه اتش رو داره نسبت به صف که اونا رو بهش میرسیم. ازم به حضورتون که دیگه بریم سراغ ابزار سقف. من ترسیماتم رو اینجا حالا پاک میکنم دوستان، میرم موقعیتم رو لول 1 قرار میدم. خب این لول 1 من. بچه ها میتونم بگم شما هر سقفتون هم ابزار بید میتونید طراحی بکنید. سقف ها حالا با منحنی های مختلف، سقف های تخت، سقف های کاذب، سقف های شیرگونی و هر سقفی که در واقع شما ایدهش رو در نظر دارید رو توی نرم ابزار بید شما میتونید طراحی بکنید، حالا یا با استفاده از خود ابزار روف یا با استفاده از محیط قدرتمند مسینگ و روف بای فیس. پس برای همین منظور من ابتدای کار ابزار دیوار رو انتخاب میکنم. یه دیوار ساده بدون لایه بندی میام به این صورت یه پلانی رو ترسیم میکنم. میام اینجا، میام اینجا، میام اینجا. حالا فعلا بداهه ترسیم میکنم که خب این قسمت رو نسبت اینجا کانکت میکنم، یه تیغه هم اینجا داشته باشیم. به هر حال مثلا یه ابزار دوره هم انتخاب میکنم. یه درم مثلا اینجا باشه. اوکی. این میگه این مثلا این پلانه منه. میخوام هم سقف بزنم. تو چه لولی قرار داری؟ همکف. انتظار که نداری روی توی طبقه همکف بس طبقه سقف رو ترسیم میکنه. یا میری لول 2 یا اگر دیگه زورت رسید بروید میای اینجا. اولین سقفی که دارم روف بای فوت پرینت، اصلیت و ماهیت اصلی این سقف سقفای شیروانی است، انتخابش میکنی. بهت رویت اختاره رو میده، میگه تو که انتظار نداری توی لول 1 من سقف بذارم، لولت پایینه، میخوای برم لول 2 سقفت رو قرار بدم. میگم اوکی. پس تو الان توی لول 1 ولی سقفت توی لول 2 قرار میگیره. حالا اینجا رو گوش بده، چند روش برای ترسیم سقف داریم. روش اول با لاین میام محدوده یه سقف خودم رو ترسیم میکنم، یعنی اینجا، 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 خب اینجا، اینجا و اینجا. آیا فینیش به هم میده؟ خیر، محیطت باز مهندس. پس اینجا رو تریم میکنم. این روش اول. بچه ها هر پاره خطی که تو داری توی سقف شیروانی ترسیم میکنی یه علامت مثلثی شکلی اینجا هست که در واقع این نشون میده که این خطا شیب داره، با شیب 30 درجه هم هست که حالا میتونی شیب هم اینجا تغییر بدی. فینیش رو میزنم. بچه ها یه پیام بهت میده، میگه میخوای دیوارهایی که در واقع زیر سقف تو به سقف متصل بشه؟ میگم چرا نشه. اوکی یس. من محیط ثبوتی ببین سقفم رو، سقفم کاملا اومده کجا قرار گرفته؟ توی لول 2 قرار گرفته و به دیوارها کاملا متصل شده و این سقف شیروانی رو کاملا داریم. ببینید دیوار تیغه‌ای رو برای این کشیدم. یه می‌خواستم به شما بگم که دیوار شما هم نسبت به سقف خودش رو درست می‌کنه. خب توی همین محیط سبودی ادیت فوت پرینت رو می‌زنم. دوباره میرم حالت ترسیمی خودم. میرم لول 2. عرضم بوزت میتونید شیب اینجا رو تغییر بدی. میبینی؟ میتونی بگی اصلا اینجا من شیپ نمیخوام. خطر انتخاب میکنی، دیفاین اسلوپ غیر فعال میکنی. اینجا هم نمیخوام، اینجا هم نمیخوام. فینیش.
به محیط زیست بودی. چه اتفاقی افتاد؟ فقط به این حالت و به این سبک در واقع اومده و سقف شیبونیات ترسیم شده. البته اینجا چون تیغه دیوار ندارم به این صورت هست که حالا اگر من این رو مثلا قاعدتا اگر ادامه بدم مثلا ادامهش میدم تا به اینجا، ببین خودش این قسمت رو اتچ میکنه، میبینی؟ بسیار زیبا سقف شیبونیاتو ویرایش و اصلاح شد. سقفت انتخاب باشه ادیت فوتپرینت پیرم لول 2. میگم مهندس من اینجا یه داکتم میخوام، بذار اینجا یه سوراخ برام بزن تو رو خدا. پس اینجا رو من ترسیم میکنم، تمامی خطوط رو انتخاب میکنم، دیفاین استپش غیر فعال باشه. فینیش. نمایت سبودی. اینجا سوراخ میشه دیگه، ببین به این صورت. پس تو میتونی حفره هایی هم توی صفحه خودت به انواع فرم ها دریافت بکنی که حالا انواع اون رو بهتون میگم. میام لول 2. اینجا رو حذف میکنم. کلی اصلا ترسیماتمو حذف میکنم. روش اول رو گفتم که بالاینه، ولی هیچ وقت از این روش استفاده نمیکنی. با این روش ویرایش میکنی. چون روش معقولانه نیست وقتی که حالت پیک لاین و پیک وار رو برات گذاشته. حالت دوم. حالت دوم من حالت پیک لاینه. انتخابش میکنم. میگه فقط روی لبه هایی که میخوای سقف بخوره کلیک کن. دیفاینس من فعال آیتون باشه. اینجا، 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 اینجا و اینجا. آیا به هم فینیش رو میده؟ خیر. یکی اینکه اینجا بازه، یکی اینکه این دوتا خط تداخل داری. پس اول این دوتا خط رو ببین. اینا رو دیگه تمرین کردی. اینجا رو من متصل میکنم، اینجا رو من متصل میکنم. اوکی. شیب همه شیب داره و فینیش. که همون سقف رو به هم میت. کنترل زد میزنم. روش بعدی که بهترین روش رو برای تو روید گذاشته. گزینه ای دارم تحت عنوان پیک وال. خوب گوش بده. اولین کلیک تو در واقع بیانگر اینه که لبه خط داخل در واقع دیوار قرار بگیره یا بیرون دیوار. مثلا ببین اینجا رو میذارم لبه بیرونی. الان هر کلیکی که روی لبه دیوار میکنم لبه بیرونی قرار میگیره. اینجوری ببین به این صورت. این دو قسمت هم خب قاعدتا باید تریم بشه. پس اگر بیای اولین کلیک تو بزنی لبه داخلی دیوار، ببین ما بقیه کلیکات هم لبه داخلی دیوار قرار میگیره. که البته چون ادامه دار ترسیم نکردم به این صورت میشه. خب حالت بعدی میای پیک وال انتخاب میکنی، نشانگر موست رو میذاری روی یک دیوارا، کلید تب رو میزنی و کلیک. اوکی. پس کلید تب اینجا داره به کمک من میاد توی نرم افزار روید و نهایتا در واقع تقاطع دیوارات رو با هم تریم میکنی. اوکی. شیب هم که بهتون گفتم. اما حالا میگی مهندس اگر هیچ کدوم از اینا شیب نداشته باشه چه اتفاق میفته؟ دیفاین استپ غیر فعال باشه و فینیش رو بزنم. ببین سقف تخت برای تو میزنه. متوجه شدی؟ یک بار دیگه عمل سقف تقسیم سقف رو برات انجام میدم، گوش بده. یا توی لول 1 موقعیت سقف رو لول 2 میذاری، یا میری توی لول 2 سقف انتخاب. عرضم به حضورت که با استفاده از ابزار پیک وال سقف رو ترسیم میکنی. دیفاین استپ فعال باشه یا غیر فعال باشه بستگی به خودت داره. یه اوورهنگ اینجا داری. این اوورهنگ چیه؟ میزان فاصله نسبت به کلیکت. اینجا اگه بزنم 1، ببین اگه اینجا بیام با کلید تب بزنم، من فاصله 1 متری نسبت به عرضم به دیوارا ترسیم میکنه. خب اینجا تیریم که بزنم قاعدتا میتونم یه سایبونی هم به این سبک داشته باشم. ببین البته بمونه که سقف شیرون و یه سقف کازم هم اصلا بخوره که حالا بهتون میگم به چه صورتی هست. یک بار دیگه پس ابزار سقف انتخاب میرم توی پنجره پروپرتیز. با نحوه ترسیم سقف آشنا شدیم. خب اما تو قبل از ترسیم سقف باید ضخامت سقفت رو تعیین بکنی، مثل کاری که دیوار انجام دادیم. اینجا من ضخامت انواع مختلف رو بعد گذاشتم، مثلا 10، 20 تا 30. اوکی بچه یاد باشه دیپلیکیت گرفتن از سقف همانند دیوار هیچ فرقی نمی‌کنه. میتونم دیپلیکیت بگیرم مثلا یه دیوار با یه سقف با ضخامت 25 سانتی متر رو ترسیم بکنم. میتونم برم توی قسمت ادیت تایپش
اونو مثلا بزنم 25 سانتی متر و حتی عین دیوار میتونم لایه بندی براش تعریف بکنم و قاعدتا سقف خودم رو لایه بندی بکنم با متریال های مختلف که بهتون درس دادم بشه صورتیه که توی فاز دو حتما در واقع کاربرد داره سقف ها و کف ها، اما روشش با دیوار یکیه، مترش هم یکیه. این به این صورت پس ضخامت تعریف میکنم و نهایتا سقف هم ترسیم میکنم، اوورهنگ در واقع دیفرانسیل غیر فعال باشه، اوورهنگ هم صفر باشه، روی لبه بیرونی کلید تب اوکی، این دو قسمت هم تری میکنم و فینیش. یس. خب پس ضخامت سقف تران چقدره؟ 20 تا است، میتونیم رو بذاری روی سی. اوکی سقف باید روی دیوار قرار بگیره، برای تو داخل دیوارم میتونی قرار بدی. ببین ترازم چقدره، ترازم 3 متر و 20 تا، یعنی در واقع 30 تا به در واقع ارتفاع ترازم اینجا اضافه کرده. خب من اینجا میتونم قسمت آفستش رو بزنم منهای سی، این میره داخل. ببین چه اتفاقی میفته، کامل میره داخل به این صورت هست. ولی خب حالا تو نیا که ضخامت از سقفتو بنداز داخل دیوار برن که ترازه چیز بشه، چون از نظر اجرایی درست نخواهد بود. اینم به این صورت تونستیم سقف رو برای شما ترسیم بکنیم. حالا میخوای یه حفره اینجا ایجاد بشه، این دیوار دیگه ویرایشش میکنم، توی نمای تاپ قرار میگیرم، ادیت فوتپرینت رو میزنم. حالا نه صرفا توی محیط سه بعدی، میتونم برم توی لول دو قرار بگیرم. خب این دوتا خط مثلا پاک بکنم، بگم مهندس اینجا یه سقفم رو، سقف ساده ای که داشتم رو، خب اینجا و اینجا، به این منحنی اینجوری برام بزن. اوکی آقا جان بیا یه حفره هم اینجا برام ایجاد بکن، مثلا یه درخت خیلی خوشگل اینجا بکنم از تو این بیاد بیرون. مثال میگم، ببین ویرایشت سقف تو اینجا انجام میشه و تو هر عنصری رو توی نرم افزار رویت بتونی ویرایش بکنی. هیچ عنصری توی نرم افزار رویت وجود نداره که نشه اون رو ویرایش کرد. خب اینم به این صورت. پس این از سقفای شیروانیه من. اما یه جایی میرسه که تو توی سقفای در واقع شیروانی، ببین میخوای یه سری اتاقه که عرضم به حضورت که اتاقه که زیر شیروانی ترسیم بکنه، توی تصویر اصلیش که ببینی، ببین به این صورت بخواهم مثلا اتاقه های زیر شیروانی برای طرح خودم اعمال بکنم. پس من این صف رو حذف میکنم و نهایتا میرم مثلا توی همین لول دو، سقف انتخاب باشه، دیفانلس نو فعال باشه، صف خودم ترسیم میکنم اینجا به این صورت و قاعدتا میگم که اینجا هم شیپ نباشه و فینیش. خب من آتش رو نزدم، الان میتونی تمامی دیوارها تو اینجا سلکت بکنی. خب گزینه آتش رو انتخاب بکنی، کلیک آتش به تاپ دیگه به بالا کلیک بکنی روی سقفت، تمام دیوارها آتش میشه. نکتهش اینجاست، متوجه شدی که چیکار کردم؟ پس به این صورت میتونی دیوارها رو آتش بکنی. حالا مثلا یه اتاق که زیر شیروانی هم میتونی به طرح خودت اضافه بکنی. بذار تا من این رو کمی بزرگتر در نظر بگیرم. ببینید در واقع دیوار و تمامی عناصر وابسته به اون داره با هم جابجا میشه. میخوام یه اتاق که زیر شیروانی مثلا اینجا برای اون در نظر بگیرم. میرم لول یک من هست، اینجا یه دیوار ترسیم میکنم. خب قسمت پایین اینو مثلا یه قسمتی از دیوار رو ترسیم میکنم برای کار خودم، درست شد؟ برزم به حضورتون که توی همون لول دو، حالا اینجا به هم میگه که توی لول دو ترسیم بکن، اینجا میام بالا سر این یه سقف شیروانی رو ترسیم میکنم با
واسه دیوار دقیقاً. خب این دو تا شیبو نمیخوام دیگه. و از دو طرف فقط شیب داشته باشه. فینیش. اوکی، میام نمایه تاپ. ببین چه اتفاقی میفته. سقف اینجا برای تو ترسیم میشه. حالا یه آفستی هم بهش میدم، مثلا یک متر اگر بهش آفست بدم و قاعدتا این میره به سمت بالا. اما یادت باشه، نگاه کن، در واقع سقف اگه این دوتا رو سلکت بکنم رفته داخل سقف و هیچ اتصالی بین دوتا سقف برقرار نیست. برای رفع این مشکل تو باید در واقع دوتا سقف رو نسبت به هم جوین بکنی. میگی چطوری؟ حالا یا اگر رفته بود داخل، یا مثلا اصلا سقف تو اومده بود بیرون. ببین اینجا من ویرایشش میکنم، تو همین متصل بودی مثلا اصلا تا اینجا بود. خب مثلا میخوای اینو نسبت به این کانکت بکنی، یا مثلا اضافیشو حذف بکنی، باید چی کار بکنم؟ عرضم به حضورت که توی زبان مادیفای ابزارها اینا الان یکی یکی توی روند انجام کار باهاش آشنا میشیم. گزینه در طرف من جوین، جوین روف، که اگر من روی اون کلیک بکنم، روی لبه ای که میخوای در واقع جوینشه کلیک بکن اینجا، خب، و در واقع روی سطحی که میخوای جوینشه کلیک بکن. ببین این کاملا میاد و با این تراز میشه. متوجه شدی؟ حالا این قسمت از دیوار هم میتونی مثلا بری به سمت داخل که این مثلا این قسمت هم برطرف بشه. پس خیلی راحت تونستیم اینجاها رو با هم ترسیم بکنیم. من میرم توی لول یکم، این دو دیوار یکم ادامه میدم، مثلا میگم قسمت ورودی من هست، درست شد، و این رو اتش میکنم به سقف. اتش نه، اتش به این سقف شده. ببینید نسبت به این سقف کاملا اتش شده و این قسمت هم اتش میکنم به این سقف که کامل مثلا با خطای مواجه نشم. این به این صورت. حالا مثلا این دیوارم باید ویرایش بکنید دیگه. میام توی نمای فرانت، ببین خیلی ساده، باید مثلا این قسمتش رو برش بزنید. من اینجا برش میزنم و مثال. حالا خیلی دقیق کار نمی کنم چون که دارم ضبط میکنم. اینجا رو برش میدم، اینجا تا اینجا مثلا برش بخوره. حتی خیلی روش وجود داره اینجا هم مثلا به این صورت. فینیش. هیچ اتفاقی میفته؟ پس این قسمت الان مثلا باز میشه. نکته دیگه که وجود داره، اتاقک های زیر پله رو در واقع شما باید این قسمت از سقفتون هم حذف بکنید، درسته؟ که سرگیری به وجود نه و این در واقع میشه سقف اصلی شما. الان به من گوش بده، ببین میخوام چی کار بکنم. گزینه اینجا داری تحت عنوان گزینه دورمر اوپنینگ. با استفاده از این گزینه میای چی کار میکنی؟ در واقع اون قسمتی از سقف خودت رو حذف میکنی. پس دورمر رو انتخاب میکنم، کلیک میکنم روی سقف اصلیم، درست شد. الان میگه نوایی که میخوای از پیشو کلیک کنم مهندس. من این حالت نمایشم رو اینا رو البته بهت توضیح میدم. اینو بذاری روی حالت وایر فریم که خطوط پنهانم تو ببینی. اینجاها رو در واقع میام چیکار میکنم؟ کلیک میکنم. ببین اینجا خطوطت باید خطوط بسته باشه. اینجا بالا یک کمی سلک کردنش سخته. حتی بذاری من در واقع کنسل رو بزنم. خب چون که اومدم اینجا دیوارم رو برش دادم، یک کمی بهتر که اول سقفم رو بیارم به سمت پایین تر تا در واقع بهتر ایجاد بشه. یک کمی سقف رو یه آفست بهش میدم. خب فینیش رو میزنم، این تا به اینجا. پس همونطور که گفتم میام دورمر رو انتخاب میکنم، روی سقفی که میخوام برش بخوره کلیک میکنم، حالت نمایشم رو اینجا میزنم روی حالت وایر فریم، اینجا رو کلیک میکنم، لبای دیوارم رو اینجا کلیک میکنم، ببین لبه سقفم رو اینجا کلیک میکنم
و نواحی اضافه رو تریم میکنم. یعنی اینجا با اینجا بره، اینجا با اینجا بره و این قسمت هم به این صورت. پس دیدی الان این قسمت الان برای تو برش میخوره. و اگر فینیش رو بزنم نگاه کن، و اگر زیر من نگاه بکنم ببینید این قسمت کاملا برای شما رفت شده و شما میتونید اتاقه که زیر شیروانی خودتون رو انجام بدید. فلان مثلا یه پنجره بهش اضافه کنید یا همچه حالتهایی رو در واقع به چندی روش تو این قسمت ایجاد بکنید. این هم یه نکته که از اون غافل نبودیم برای ویرایش سقف‌های شیروانی. من ترسیماتم رو پس اینجا پاک میکنم، میرم یک بار دیگه لول یک. پس سقف ساده یا سقف شیروانی اینجا برای تو ترسیم شد. سقف دیگه که داریم روف بای اکستروژن هست برای ما، درسته؟ میاد چی کار میکنه روف بای اکستروژن؟ حالا اگر تصویرش میبینی بهتر متوجه میشی. میاد سقف های در واقع ته یک مقطع برای سقف میزنه. حالا اینجا مثال منحنی رو زده برای تو، ولی میتونی شیبدار باشه، اوریب باشه، منحنی باشه، سینوسی باشه، ولی توی یک مقطع، یعنی سینوسی هم که در واقع داری تعریف میکنی توی یک مقطع در واقع تعریف میکنی. اما اگر سینوسی خاصی که مثلا از دو مقطع در واقع حالت منحنی داشته باشه، دیگه باید بری توی قسمت روف بای فیس که براتون نمونه‌های بسیار زیادی از اون رو در واقع مثال میزنم. پس اینجا اول میرم دیوارم رو میکشم، من یه پلانی رو اینجا ترسیم میکنم. خوب دقت بکن، اینجا یه پلانی رو ترسیم میکنم برای کار خودم. این قسمت چیپدار شده اشکال نداره، این به این صورت باشه. خب میخوام روی این سقف بزنم، برم چی کار بکنم؟ اول اینکه یادت باشه توی سقف روف بای اکستروژن اجازه ترسیم سقف توی پلن رو نداری. برای ویدیه در واقع پنجره ورک پلین رو برات مشخص میکنه که یکی از اساسی ترین پنجره های نرم افزار رویته، که حالا بهتون میگم که این چه پنجره ای هست. شما یا باید توی نما ترسیم بکنی یا توی محیط سبودی که توی نما صفحه کارتون رو ست کردید. به چه صورتی؟ حالا خوب گوش بده. من اینجا دو تا رف پلین ترسیم میکنم، این گزینه برای اینه. پس اینجا اینو یادش بگیر، همینجا توی لول یکم رف پلین رو اینجا ترسیم میکنم. یکی اینجا، یکی اینجا. این خطوط کمکی بیشتر هست برای من. میتونم هر رف پلین رو انتخاب بکنم، روی اینجا کلیک بکنم و اسم اون رو تغییر بدم. مثلا رف پلین 201 به این صورت هست برای من اسمش، و اینجا هم میتونم کلیک بکنم 202 که حالا میتونیم حتی رنگ های مختلفی هم اینا رو قرار بدیم و اونا رو لایه بندی بکنیم. این خطوط در واقع کمکی است برای من. پس وقتی که اینجا روف بای اکستروژن برات باز میشه، همچین پنجره‌ای که اومد دو تا روش داری. یکی اینو بذار، اینو بذار روی نیم. خب بین رفرنس پلین یک اوکی میکنم. توی یک اگر کلیک کنم میتونم برم توی نمای است و وست، متوجهی؟ حالا یک بار دیگه رفرنس پلین، از میخوام سقف انتخاب باشه، اینه میذارم دو، اوکی. این بار میرم توی نمای نورث و ساوث و اجازه ترسیم سقف رو پیدا میکنم. این یه روش. یه روش این که اگر سقف رو انتخاب بکنم، ببین پیک پلینه، متوجه ای؟ اگه پیک پلین اوکی میکنم روی این قسمت نمای است و وست، یک بار دیگه پیک پلین، روی این خط کلیک بکنم نمای نورث و ساوت. حالا نمای نورث اوکی. موقع املایل یک اونها رو اوکی میکنم، میرم اینجا میخوام یه سقف بزنم. مقطع سقفت رو ترسیم میکنه به صورت یک خط، اینجا ترسیم میکنه، متوجه ای؟ فینیش. میرم محیط سبودی بلا فاصله، ببین سقف توی نمای نورث اینجا قرار گرفت و سقفت رو ترسیم کردی. الان این سقفت رو انتخاب بکن، تمامی دیوارهات باید زیر سقفت باشه، یادت باشه. میگی چرا این کار رو کردی مهندس؟ میگم برای اینکه من بتونم تمامی دیوار اینجا انتخاب بکنم و با استفاده از گزینه اتچ، اینجا اتچ برای همینه، کلیک میکنم تاپ و کلیک میکنم روی
سقف. ببین تمامی دیوارها به سقف تو اینجا متصل میشه. متوجه شدی؟ یک بار دیگه. حالا میمونه من چجوری همه دیوار رو انتخاب بکنم؟ یادت دادم کلیک راست روی خود دیوار سلک آل میکنم. این یه طریقش بود، یه طریقش تب بود. اتش میکنم به سقف. خب یک بار دیگه کلیکم پرید به این صورت. یه نکته دیگه اینجا وجود داره، میگه مهندس خیلی نواحی اضافی داره این سقف، من فقط میخوام مثلا دور تا دور دیواران باشه سقف منحنی، چی کار بکنم؟ میگم سقفت رو انتخاب بکن، برو لول 2. خب گزینه ورتیکال رو بزن. ببین محدود سقف تو در واقع الان این قسمت خچینای سبز رنگه، متوجهی؟ و محدود دیوارای تو اینجاست. خب حالا اگر بیام اینجا رو محدودش مثلا اینجا پیک بزنم، حتی بگذاری تینو بزنم راحت وایر فریم، اینجا رو پیک میزنم لبایی بیرونی رو، حالا خواستی هم یه آفست میتونه ازش بگیری، ولی چون من میخوام لب به لب کار بکنم هم بهتر متوجه بشی. اگر جای بازه رو تیری میکنم، خب این به این صورت. الان اگر فینیش بزنم فکر میکنی درست میشه؟ ببینیم به چه صورتی میشه. فینیش رو میزنم، خب علامت دتش رو بهت میده. این چه اتفاقی میفته؟ سقف تو خالی میشه اون قسمتی که پیک زدی. پس الان فکر کنم دیگه متوجه شده باید چی کار کنم. سقف انتخاب، میرم لول 2 حالت ورتیکال. الان میای یه کادر دیگه بیرون کادر اصلی خدچینا ترسیم میکنی. پس الان این قسمت همه حذف میشه و این قسمت داخلی میمونه، درسته؟ سه تا کادر رو دارم دیگه. فینیش. ببین چه اتفاقی میفته. الان همه دیوارات هم میتونی چون اونجا دتش کردی اونجا اتش بکنی به سقف. پس به همین راحتی تو میتونی در واقع سقفای قوستار خودت هم ترسیم کنی. حالا نه تنها قوستار، بلکه شیبدار یا اوربن میتونی ترسیم کنی. یه بار دیگه لول 1. پس با این خط مرجع آشنا شدی که موقعیت ترسیم من رو، یعنی اجازه من رو میده که توی نمای نور و صوت ترسیم بکنم. اوکی این یکی. یه روش راحت‌تر هم بهتون درس میدم. دیوار انتخاب باشه، اینجا ترسیم میکنم، میرم محیط سه‌بعدی. خب آیا سقف رو اینجا انتخاب بکنم روف با اکستروژن اجازه ترسیم رو دارم؟ نه ندارم. باید چی کار بکنم؟ باید در واقع صفحه کاریت رو بندازی روی دیوار و اون جهتی که میخوای در واقع ترسیمات خود رو انجام بدی. صفحه کاری میگی چیه؟ صفحه کاری توی زبان، توی زبان در واقع آرکیتکچر، توی پانل ورک پلین اینجا ست میشه صفحه کاری. من اگر ست رو روشن بکنم، یعنی شور رو بزنم، اینجا صفحه کاریم روی زمینه دیگه. پس هر چیزی که ترسیم کنم روی زمینه. همونطور هم که گفتم رویس سقف روپا اکسوژن روی زمین اجازه ترسیم بهت نمیده. و میگه باید روی دیوار صفحه کاریت رو بذاری. حالا چجور صفحه کاری روی دیوار بذارم؟ حالا گوش بده. ست رو انتخاب میکنم، پیک پلین رو انتخاب میکنم، اوکی. میام کجا کلیک میکنم؟ روی سطح دیوار. میبینی آبی میشه؟ کلیک میکنم. صفحه کاری اومد کجا؟ اینجا. الان هر چی که ترسیم میکنم، نه دیوارا، سقف، توی نمای دیوار خودم در واقع ترسیم میکنه. یک بار دیگه بهت میگم، پس این صفحه کاری خیلی مهمه برای من. یعنی انقدر من باهاش کار دارم توی در واقع هچ سازی ها، مخصوصا فامیلیا، که اون رو قرار میدم کجا؟ توی در واقع منوی کویک اکسس خودم. پس صفحه کاری رو میذارم توی منوی کویک اکسس که همیشه بهش دسترسی اینجا داشته باشم. حالا یک بار دیگه کنترل میکنم، انتخاب باشه، پیک پلین، میذارمش روی این دیوار. متوجه شدی چه اتفاقی داره میفته؟ بعد دوباره صفحه کاری انتخاب باشه، میذارمش روی این دیوار. الان اجازه ترسیم توی نمای فرانت رو دارم، توی نمای بک هم دارم، ولی توی این دو جبهه نما، یعنی لفت و رایت، اجازه ترسیم ندارم. پس میام توی نمای فرانت. درست شد؟ حالت نمایش هم رو میذارم روی هیدن لاین، یعنی حالا خطوطی که به صورت اصلی بدون رنگ برای من باشه.
صفحه کاری هم دیگه خاموش باشه، به صورت مجازیه. الان به راحتی ابزار روف انتخاب، روف های اکستروژن، اوکی، و میام مقطعمو ترسیم میکنم. میام مثلا میگم که اینجا تا به اینجا مثلا به این صورت باشه، اینجا مثلا به این صورت باشه. این مقطع سقف من هست، حالا هر مقطعی که تو دوست داری. درسته؟ فینیش. البته یادتون باشه ضخامتش هم میتونیم اینجا تغییر بدیم. گفتم که بعد از اینکه فینیش رو زدیم یا چی کار میکنی؟ در واقع چک میکنی تمام دیوار روی سقفت قرار گرفته باشه. پس من اینجا همه رو اتش میکنم نسبت به سقف. اگر اتش نشد سقفت رو یکم بزرگتر کن، درسته؟ مثلا به این صورته. حالا نواحی اضافه سقف هم که بخوای حذف کنی باید چیکار بکنی؟ گفتم سقف رو انتخاب میکنی، میای طبقه دوم یا اول فرقی نمیکنه، گزینه ورتیکال رو میزنی، محدود دیوارهات رو ببینید رکتنگل رو انتخاب میکنم چون پلنم رکتنگله، محدود دیوارهام رو اینجا ترسیم میکنه، درست شد؟ و یه کادر بزرگتر تو کادر اصلی سقفم ترسیم میکنم و فینیش. میرم سقف رو میبینم. ببین سقف اینجا کاملا برای تو به این سقف ایجاد شده. سقف رو انتخاب میکنم مجددا. حالا مثلا کنترل زد رو میزنم. میتونی مثلا بعضی از جاها هم مثلا حفره ایجاد بکنی، مثلا میگی که آقا جا مثلا اینجا میخوام شیشه بخوره اصلا، یا حفره بشه. خب فینیش رو میزنی، حفره ایجاد شده. اما چی کار بکنم که در واقع این تبدیل به شیشه بشه؟ برای سقف های شیشه ای شما باید توی قسمت ادیت تایپ اون سقف و این روز روی قسمت اسلوب گلازینگ، متوجهی؟ حالا من از همین یه کپی میگیرم داخلش. ببین چی کار میکنم، دیگه نمیام دوباره ترسیم بکنم. یه کپی میگیرم مثلا توی راستای خودش داخل خودش اینجا که همچه حالتی براش به وجود بیاد. درست شد؟ الان ورتیکال رو میزنم و عرضم به حضورتون که میام لول دو. این قسمتی که در واقع حفره ایجاد کردم این بیاد اینجا، خب این قسمت حذف بشه و فینیش و محیط سبودی. ببین پر الان سقف من دو تیکه شد، میبینی؟ این یه تیکه کاره، این یه تیکه کاره. متوجه شدی باید چی کار بکنیم توی این سقف ها؟ الان این رو انتخاب میکنی، حتی این کانسپت و ترنی من دارم مثال میزنم براتون. عرضم به حضورتون که یه دیپلیکیت از این میگیری، مثلا 201 دیپلیکیت ازش میگم که تغییر نکنه همه صفا، اینو بذاری به سیستم گلازینگ، اسلوب گلازینگ. چه تنظیماتی برات میاد؟ تنظیمات دیوار کرتین والا برات میاد. پس گرید 1 دیستنس مثلا میگی 1 متر، گرید 2 مثلا دیستنس 1 متر. حالا مولیون هم دیگه بهش اضافه نمیکنم. اوکی، ببین چه اتفاقی افتاد دوستان. سقف من هم اینجا برات شیشه ای میشه. حالا اگر نخواستی چون یه مثلا تداخل این چون دو تیکه است، مثلا این اگر بزنم روی حالت نان، این قاعدتا درست میشه و میتونی حتی مثلا توی قسمت گرید ها اینجا بیای دقیق تر بهش گرید رو نسبت بدی، متوجهی؟ و یا حتی مثلا توی قسمت مولیون به این قسمت ها مثلا پروفیل نسبت بدی. پس سقف شیشه ای هم به این صورت میتونی انجام بدی. حالا فرقی نمیکنه، خواستی سقف شیرونی هم میتونی اون رو تبدیل شیشه ای بکنی. به چه صورتی؟ به این صورت که مثلا اگر من اینجا تو همین محیط سبودی حالا ترسیم میکنم، مختصر اصلا برای مهم نیست اینجا. ببین اینجا رو ازم به حضورت که خب الان بهت میگه ورک پلن تو تغییر ده. یه تا ورک پلن گذاشتم روی دیوار، الان دوباره میخوام برش کردم لول 1. بعد چی کار بکنم؟ ست انتخاب باشه، اینو بذاری لول 1. اوکی، پس اگه با این همچین ارورای در واقع مواجه شدی باید صفحه کاری تو در واقع بذاری توی لول، حتی مثلا لول 2 توی محیط سبودی، چون صفحه میخوام لول 2 قرار بگیره دیگه. حالا ببین موقعش رفته لول 2.
پس اینجا ترسیم میکنم به صورت شیبدار فینیش. یس. حتی این قسمت رو میذارم رو حالت اسلوب گلزینگ. متوجه شدی؟ اینجا هم دیستنس یه مسجی اوکی. منتظر میمونم ببین چه اتفاقی میفته. در واقع اون پروفیل بندی تو اینجا انجام میشه توی سقف شیشه یه خودت. حتی میتونی توی قسمت مولیون به اینا رو چی کار بکنی؟ پروفیل هاش رو در نظر بگیری. به این صورت کار هست. حتی میتونی از این پروفیل ها استفاده میتونی شیشه رو مخفی بکنی که حالا جلوتر بیشتر با هم این کار رو انجام میدیم. و در واقع گرید ها رو مثلا سازه اصلی نگهدارنده سقف شیروانی در نظر بگیری، سقف به صورت چوبی ایجاد بشه. این هم کار با سقف ارزم به حضورتون که سقف بای فوت پرینت و روف بای اکستروژن.